آقای کریمیان، الان تا اینجا ما از اعتراضات اقشار مختلف گفتیم، هم شما توضیح دادید هم آقای هرسینی تشریح کرد. میخوام بپرسم که چه نتیجه‌ای بایستی از این اعتراضات تا همین نقطه گرفت؟ بله، این به نظرم سوال اساسی و خیلی خوبیه، ولی قبل از اینکه من این رو بگم یه تصحیح در صحبت قبلی بکنیم که من گفتم خط فقر 3.5 میلیون، خط فقر 10 میلیون به بالاست، 3.5 میلیون دیگه مینیمم حقوقیه که یکی باید به دست بیاره، الان بازنشستگان این حدوده. با عرض معذرت که خواستم این تصحیح بشه. ولی شما سوال کردین که چه نتیجه میشه گرفت. واقعیت اینه که نتیجه در دل خود جامعه ما هست. الان اگر بخوایم، الان دوستانمون که قبلی صحبت کردن اشاره کردن که جامعه ایران به دلیل فقر گسترده، به دلیل اینکه تقریبا چیزی در این جامعه نمونده، به دلیل اینکه همه اقشار و همه سطوح در فقر بی حد و حصری قرار گرفتن، جامعه ایران تبدیل شده به یک بشکه انفجاری، یعنی بشکه آماده انفجار. در حقیقت همه مردم به این نقطه رسیدن که شرایط عینی جامعه برای سرنگونی این رژیم فراهمه. وضعیت در حقیقت به این ترتیبه که کسی در پایین این نظام رو نمیخواد. این نظام هم قادر نیست بر مردم ایران حکومت کنه. واقعیت اینه اگه رژیم هر چیزی هم که بهش برسه، مثلا فرض کنه از این داستان برجام چیزی بهش برسه یا مثلا گشایشی براش حاصل بشه، ولی به دلیل اینکه نمیتونه تضادی از این جامعه حل کنه، دوران حل تضاد از این جامعه گذشته، تبدیل شده به یک بشکه انفجاری، یعنی این جامعه آماده، این بشکه انفجاری آماده ی انفجاره، هر جرقه ای باعث میشه منفجر بشه و این انفجار تا سرنگونی رژیم حتما ادامه خواهد یافت. این یک واقعیتی که این نمونه ها که الان امشب صحبت کردیم و هر روزم در گوشه کنار مملکت میبینیم داره این رو پیام میده به ما که شرایط اینی آماده است، بشکه انفجاری در حال انفجاره و باید با اولین جرقه تا تهش هم خواهد رفت. این مهمترین مسئله که باید تو این دوران بهش اشاره کرد. نکته بعدی هم اینه که رژیمی که خودش تا غرق در بحرانه، که نه در مناسبات خودش نه در مناسباتش با مردم چیزی نمیتونه، تضادی رو نمیتونه حل بکنه، خب طبعا روزانه به همین وضعیت بیشتر دامن زده میشه. الان در فاکت و نمونه ها که هست، وقتی مردم میان به صحنه و حتی بعضا قول و قرار هم بهشون میدن، ولی به هیچ کدوم از این قول و قرارها پاسخی داده نمیشه و البته رژیم اصلا در نقطه ای نیست که به اینا بتونه پاسخ بده، اصلا توان پاسخگویی نداره، روزانه اوضاع به سمت رادیکال تر شدن، به سمت آمادگی بیشتر برای انفجار پیش میره. این یک واقعیتی که الان تو جامعه ما باش مواجهیم. حالا رژیم با در این شرایط با دو تا واقعیت روبروه. یکی این شرایط بحرانی و انفجاری جامعه رو باش مواجهه که کاری هم نمیتونه چوچ بکنه. شرایط جامعه طوریه که داره خودش به جلو حرکت میکنه. ما میتونیم خیلی مثالا از بزنم براتون که خود رژیم چگونه اینا رو بیان میکنه. مثلا این توکلی روز 18 فروردین گفت وضعیت مردم آنقدر خراب است که ممکن است اتفاقی رقم بخورد که نباید. بله حتما اینطوری میشه، شک نکنیم. یا معیشت آنقدر بحرانی است که روز دوشنبه در فروشگاه افق کوروش حتی بال مرغ هم پیدا نمیشد. این روزانه روزنامه آرمان نوشته بود 18 فروردین. یا اینقدر وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه بحرانی شده که خودشون نوشتن و یا گفتن، آخوند جنتی گفت که وضعیت خیلی نگران کننده است. خب اینا چیزایی که خود رژیم داره بیان میکنه، اینا همش انعکاس وضعیتیه که رژیم با چشم کورش ولی میبینه، حسش میکنه، چون چیزی نیست که بشه ازش چشم پوشید، روزانه داره فریاد میشه. خب این وضعیت و این شرایط انفجاری خود رژیم رو هم به دست و پا انداخته. حالا در کنار این وضعیت بحران‌های درونی خود رژیم هم مزیده بر علته. هر روز یکی پاچه یکی دیگر رو میگیره، یکی دیگر رو افشا میکنه، خب که البته
واضح برای ما که الان رژیم در چه وضعیتی قرار گرفته، که هر روز یه بحثی علم میشه. یه روز مجلس ارتجاع میخواد روحانی رو استیضاح کنه و برکنارش کنه، خود خامنه ای میاد میگه که از تنبلی و خسته شدن و وارفتن پرهیز میده. خب اینا واقعیت هاییه که رژیم با همه وجودش حسش میکنه، بعد مجبوره بیاد بیانش کنه. خب اینا یعنی اتفاقا واکنش های خود رژیم مبین واقعیت های موجود جامعه ماست، که همه اینا چی رو بیشتر نشون میده؟ اون بحران انفجاری بودن جامعه که هر لحظه ممکنه به این بکشه. حالا رژیم دو تا انتخاب بیشتر نداره، یا باید زیر این بحران ها له بشه و یا و به سر به فروپاشی بکشه، یا اینکه سر این موضوع زخم بخوره، که حالا بحث زخم خوردن جای خودشو داره، ولی رژیم در تلاشه که یه جوری خودش از این بحران ها بیرون بکشه. برای بیرون کشیدن چاره ای نداره جز اینکه مثل همون زمانی که خمینی لعنت شده رسید به نقطه ای که بعد جامعه زخم بخوره، الان خامنه ای هم به همین وضعیت دوچار شده. حالا نکته دیگه هم که ما تو این وضعیت باید بهش اشاره کنیم وضعیت کروناست. رژیم در کرونا که میدونیم الان اگر همه جوامع دیگر رو نگاه کنیم، واقعیت اینه که وضعیت کرونا در ایران از همه کشورها وخیم‌تره. میزان مرگ و میر کرونا در ایران به نسبت جمعیت از همه کشورها بیشتره. اینا آمار ارقامیه که حرف میزنه. خامنه ای فکر کرد که کرونا یک فرصته و یک نعمته و اینم اعلام کرد، ولی الان شرایط به سمتی رفته که اون، و این هم بگم که میخواست موضوع کرونا رو تبدیل کنه به موضوع مردم، یعنی بشه صورت مسئله بشه کرونا و مردم، ولی واقعیت اینه که ویروس ولایت شده و مردم، به این معنی که الان مردم هستن که در برابر این ویروس ولایت قد علم کردن و روزانه دارن تنش رو میکشن و تکه پاره میکنن. حالا این در این وسط ما به نظرم باید حتما اشاره بکنیم که وجود کانون‌های شورشی در سراسر ایران که از روز اول، از روزی که تأسیس شدند و بنا گذاشته شدند، آتش در برابر آتش رژیم رو همواره پاسخگو بودند، به خصوص در دوران کرونا که مثلا میشد اینطور فکر کرد که کرونا جامعه رو قفل کرده، مردم باید برن توی خونه هاشون فقط به فکر به اصطلاح دردهای خودشون باشن، ولی کانونای شورشی تو این دوران آتش جنگ خودشون رو مستمرن زنده نگه داشتن، این شعله رو فروزانتر کردن و همین باعث شده که مردم امید پیدا کنن، اقشار مختلف ببینن که جوانان میهن جوانانی هستن، فداکارانی هستن که با مایه گذاشتن از همه چیز خودشون نمیذارن این آخوندهای کثیف و جنایتکار منافع مردم ما رو به تاراج ببرن، جان مردم ما رو مستمرن در خطر قرار بدن. قیام هایی که پشت سر هم اتفاق افتاده اینو نشون داده. به طور خاص در این برهه میگم که نقش کانون های شورشی در این وسط طوری بوده که نگذاشته این خامنه ای جنایتکار اون رو یک نعمت ببینه یا صورت مسئله رو تبدیل کنه به تضاد بین مردم و ویروس کرونا، بلکه تبدیل شده به تضاد مردم با ویروس ولایت. این یک نکته خیلی مهمیه که باید چیز کنیم. من نکات زیادی سر این هست، مثلا به جایی رسه که مردم دیگه شعارشون رسیده به فریاد فریاد از این همه بیداد در جاهای مختلف. حالا من نمیخوام در جزئیات بیشترش برم، ولی خواستم این نکات رو بگم که شرایط بحرانی جامعه به نقطه‌ای رسیده که این رژیم دیگه راه فراری ازش نداره. الان دوستمونم خیلی خوب گفت که تنها جواب سرنگونیه. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، مبسوط شما موضوع رو توضیح دادید. یک موضوع دیگه ای هم بود که من می‌خواستم با شما مطرح بکنم، اون هم اعتراضات کشاورزان هست در اصفهان به طور خاص و چند نقطه دیگه. خیلی به جا هم هست با توجه به اینکه خود شما هم از فرزندان مردم اون خطه هستید، خیلی خوبه که از زبان شما هم بشنویم. ولی الان به من اطلاع میدن که پروفسور محمد حسین تسوجی رو هم همراه خودمون داریم. اگر اجازه بدید
شروع بکنیم بحث و گفتگومون رو با آقای تسوجی. بعد از اون هر میزان که فرصت بود در خدمت شما خواهیم بود و نگاهی هم خواهیم انداخت به اعتراضات کشاورزان محروم میهنمون در صفحات مرکزی میهنمون در اصفهان، در چهارمحال و بختیاری و اون نقاط. بله بله، مشتاقیم که آقای تسوجی هم بفرمان. بله، سلام میکنم آقای تسوجی به شما. خیلی خیلی خوشحالیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید در این برنامه. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان محترم در هر جایی که باشم. با کمال میل. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. یک موضوعی که موضوعات مختلفی رو ما در این برنامه از ابتدا تا الان بحث کردیم و مطرح کردیم، اعتراضات اقشار مختلف میهنمون. یک موضوعی که مطرح است که میخواستیم با شما اون رو در میون بگذاریم و توضیحات شما رو بشنویم در مورد اعتراضات غارت شدگان توسط رژیم هست در جریان موضوع بورس. بله. اگر میشه در مورد این اعتراضات مقدمتاً اگر امکانش هست توضیح به ما بدید در مورد ابعاد این اعتراضات، تا یک سوال دیگه در مورد زمینه‌ها و خلاصه ریشه هایی که منجر به این معضل شده در واقع از شما بپرسیم. بله بله، خیلی ممنون. والا چیزی که ما الان روزانه در مملکت عزیزمون شاهد اون هستیم، اوجگیری اعتراضات غارت شدگان در بورس در جای مختلف کشوره. مثلا روز چهارشنبه اول اردیبهشت تظاهرات توی تهران، توی مشهد، توی اصفهان، توی تبریز جاهای مختلف بوده که بیشترش هم شعارهای ضد دولتی به خاطر چپاول و غارتی که دولت انجام داده میکنن. مثلا در تهران تا اونجا که من میدونم ساختمان بورس توسط مردم و معترضین اشغال شد و مردم بر علیه روحانی و مجلس شعار میدادن. مثلا در شعارهایی که در تبریز یا میدادن از این قبول که دولت خیانت میکند رهبر حمایت میکند، یا حاصل کار دولت غارت پول ملت. خب ما شاهد گسترش روزانه این تظاهرات هستیم و به حق هم هست، چون خب مردم به دعوت خود آقای خامنه ای و بعد هم خود تبلیغات روحانی انداخت که گفتش که پول از پول گذاشتن توی سهام بورس مطمئن تر از طلا و غیره هست، که خب این واقعا یه دکجالگری بسیار بسیار بزرگیه، چون بورس در هر حال نوسانات داره و خب خیلی بالا پایین میره، میتونه بره. مردم هم تلکه کردن، مردم سرشون کلا بشن. جالب اینه که این اعتراضات داره به سمت درگیری هم پیش رفته. من کلیپ هایی رو میدیدم که فرستاده بودن توی سوشال میدیا، کتک کاری هایی که مردم با این بسیجی ها اینا میکردن. خب این دعوا که به طور این تظاهرات، این اختلافات که از پایین شروع شده به خود بالای رژیم هم رخنه کرده. مثلا تو خود این رابطه خود این احمد علیزا بیگی نماینده مجلس تبریز به حسن که وزیر اقتصاده تو مجلس بوده میگه که به واسطه این تخسیر محرز شما، یعنی میندازه گردن وزارت اقتصاد، معترضان بورس با انگیزه انتقام گیری در صفوف مخالفین جمهوری اسلامی قرار گرفتن. جالبه که تو همین رابطه هم بگیم که خود آقای خامنه‌ای قبلا بورس رو خیلی محیط امنی میخوند. خب گفته میشه که بیشتر از 50 میلیون نفر از مردم ایران در بازار بورس سرمایه گذاری کردن. اینو اگه نگاه کنین یه چیزی که 2/3 64-65% مملکت مردم ایران میشه، یعنی از 80 میلیون نفری که ببینید 50 میلیون رقم بسیار بسیار بالاییه. و خب خود این اگه نگاه کنیم مردم به غلط به نظر من اعتمادی کردن به این دولت و حرفشون رو گوش کردن. خب اینا مثل همون کاری که قبلا هم میکردن، اگه یادتون باشه یک دو سال پیش، سه سال پیش شاید اینا شروع کردن مثلا بانک های مختلف میزدن، این بانک ها رو بهرهای خیلی خوب به مردم میدادن، مردم بیچاره پولش رو میذاشتن، بعد از یک سال بانک رو ورشکست میکردن و خب پولای مردم رفته بود. مردم که اعتراض میکردن به بانک مرکزی اینا میگفتن این بانک ها رو ما ایجاد نکردیم، پشتوانه‌ای نداریم، نداشتن، ما حاملشون نیستیم. و
در صورتی که کجا، در کدوم مملکت، در کجای دنیا دیدین که همینجوری بانک باز کنن بدون که بانک مرکزی اجازه بده؟ بله. خب این مشخصه که این دامنه تظاهرات داره به کجا کشیده میشه و مردم هم به حق اعتراضات خودشون رو هر روز دارن بالاتر و بالاتر و بالاتر. بله آقای دستوجی، رسانه‌ها و مقامات خود رژیم حتما دیدید که اعتراف میکنن که بورس در سال گذشته 680 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد رژیم تأمین مالی کرده، یعنی رژیم از طریق بورس این میزان درآمد داشته. یعنی خلاصه ابزار تأمین، خودشون میگن ابزار تأمین مالی دولت بوده بازار بورس. میخوام بپرسم چگونه بورس شده عامل تأمین مالی رژیم؟ بله سوال خوبیه. در مورد دخالت یا مسئولیت مستقیم این که دولت در خالی کردن جیب مردم از طریق بورس و کسب درآمدهایی که همونجوری گفتین، به دو مورد میشه اشاره کرد. اینم اضافه کنم که این سطح درآمدی که از بورس اونا گرفتن از مراوداتی که میشه ازش مالیاتی که برمیدارن و غیره و تقلباتی که میکنن که اونم الان توضیح میدم، 4.5 برابر از سال گذشته بیشتره. یعنی واقعا این رو همونجوری که فرمودین خودتون، یه منبعی کردن که سر مردم رو به اصطلاح کلاه بذارن و جیبای مردم مستضعف، مردمی که واقعا خیلی اون کوچکترین اندوخته یا چیز کسب و کاری که داشتن فروختن و رفتن دنبال این کار. ولی بگیم به دو تا، از دو طریق است که رژیم تو مسئله بورس دخالت میکنه. یکی دخالت خود مستقیم دولت در تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بورس. دوم تقلبای خیلی وحشتناک که تو بازار بورس میشه و از این جلوگیری نمیکنه که هیچ بانیش خودش هست. توضیح بدم. اولا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که دولت در مسئله بورس دخالت بکنه. این اصلا یک به اصطلاح اون خط قرمزه. چرا؟ برای اینکه دولت به خاطر روابطی که با دولت‌های دیگه داره، به خاطر اطلاعاتی که داره، خب میتونه این اطلاعات رو که محرمانم هست سوء استفاده کنه. برفرض هیئت دولت میره یه جای قراردادی می‌بنده، میخوان یه بخشی رو توسعه بدن. خب اگه آدم اطلاعاتی داشته باشه که کدوم بخش داره توسعه پیدا میکنه، خب میتونه به نفع خودش تو بازار سهام استفاده کنه. دوم این که دولت دسترسی به منابع مالی خیلی زیادی داره و خب این منابع مالی رو اگر بریزه توی مثلا بورس خاصی یا سهام خاصی، میتونه اونو مهندسی کنه و ازش سوء استفاده کنه. هم برای همین هست که میبینید مثلا وقتی رئیس جمهور در دولت در امریکا یا جای دیگه، نخست وزیر در جای دیگه انتخاب میشه، تمام مسائل مالیشون رو دست میشورن میدن به یک ارگان دیگه‌ای که هیچ ارتباط مستقیمی دیگه با اون شخص مسئول در دولت نداشته باشه و بدون اینکه هیچ مراوده‌ای صحبتی با هم دیگه بکنن، این مسائل مالی اون شخصی که در دولت هست رو میبره. خب خود این درست مخالف کاریست که رژیم ایران میکنه. مثلا خود این فکر کنم روحانی بود، میگفت در برابر مخالفان بورس پنبه گوشتان بذارید. خب این خودش یک مسئله ایست که به اصطلاح باعث میشه که دخالت چیز دولت در سهام، بازار سهام بتونه مانیپوله بکنه، مهندسی بکنه. یا مثلا خود رئیس بانک مرکزی خودش میگه که برای اینکه مردم رو تشویق کنم که برن به بازار سهام بورس، ما سود بانک ها رو آوردیم پایین و این سود بانک ها که آوردن پایین، خب مردم قبلا نمیدونم 20% 25% از بعضی از بانک ها مثلا بهره میگرفتن، پول رو ریختن اونجا. جالبه که همون موقع این دژبسند وزیر اقتصادشونه میگه که این که گفته می شود نرخ سود را به خاطر بورس بالا نبردیم را کاملا تکذیب می کنیم. یه طرف دولت میگه این کارو کردیم، یه طرف دولت الان که به اصطلاح کالا بار گرفته، به اصطلاح مردم فهمیدن که دارن چیکار میکنن، داره زیر اون میزنه. یا مثلا خود این آملی لاریجانی اون موقعی که وزیر قوه قضاییه بود میگفتش که دولت روحانی
37,000 میلیارد تومان در رابطه با مؤسسات مالی بدهی داشته و دولت هم اعتراض میکنه که برای جلوگیری از گسترش اعتراضات این مبلغ رو از مانیتور مال برداشته و به اونا داده. این مال صحبت پارساله. خب دولت میاد مردم رو پشتون میکنه که سرمایه بکنن در بورس. معاملاتی که انجام میشه حجمش خیلی بالاست، 50 میلیون نفر دو سوم ملت تو این هستن. خب معامله مراوده خیلی زیاد میشه، از این طریق مالیات میگیره و خب این یه مقدار مسائل به اصطلاح منبع مالی رژیم. یک مورد دیگه که اینا مردم رو سرشون رو به اصطلاح جیبای مردم رو خالی کردن با خصوصی سازی شرکت هایی است که با عرضه سهامشون در بازار سهام برای اولین بار سهام رو میفروشن. خب این خصوصی سازی این لازمش این هست که اولا شرکتی که میخواد بره به طور سهامش رو تو بازار عرضه بکنه، نهادهای دولتی موظف هستن. این صحبتیست که عامه، مثلا در امریکا ببینید نهادی هست به اسم SEC که کارش فقط اینه که ببینه تو سهام شرکتایی که هستن شفافن، تقلب نمی کنن، چیز نمی کنن. هر کسی که میخواد بیاد تو بازار سهام وارد بشه یک پروسه یا فرایند حداقل 6 ماهه، شاید هم گاهی شرکت بزرگ یک ساله رو طی میکنه که تو این فرایند تمام مسائل و بیلان شرکت رو بررسی میکنن. این خیلی یه چیز مثلا نزدیک 600-700 مورد هست که دونه بدونه تمام هیئت عمرای شرکت که به اصطلاح مدیران عامل شرکت کیان، دارایی‌های شرکت چیه، دارایی منقول غیر منقول، دارایی مجازی از قبیل مثلا همین اختراعات، بعد طرف‌های حساب چیز کیان این شرکت کیان، به چه کسایی قرض دارن، مهمتر از همه درآمدشون سودشون چجوری بوده. این رو باید به طور کاملا شفاف در اختیار مردم بگذارن، بعد از اینکه البته اون نهاد دولتی بررسی کرد که اینا درسته و این شرکت‌های سهامی به طور عام در ایالات متحده تا اونجا که من وارد هستم هر 3 ماه حداقل باید بیان گزارش بدن، گزارش علنی. معمولا اینا گزارشی است که ابواب ارتباط جمعی هم اونجا هستن و میگن در 3 ماه گذشته بعض شرکت چجور بوده، درآمد شرکت چجور بوده، سودش چجوری بوده و چشمنداز رو هم میگن، به طور واقعی میگن و بر معنی اون خب مردم تصمیم میگیرن که آیا میخوان در این شرکت سرمایه گذاری کنن، سهامشون بخرن یا نه. اما بیاین تو ایران یه مورد من خودم بهتون میگم که توی خود نشریات رژیم بود، میگه یک شرکت کاغذی، یعنی شرکتی که اصلا وجود خارجی نداره، اصلا وجود نداره، فقط ساخته شده است، رو باد هواست. یک شرکت کاغذی با سرمایه 200 میلیارد تومان طی 3 ماه فرایند پذیرش در بورس رو انجام داده. یعنی چی؟ یعنی اومدن این مدارک رو دیدن، دولت داره میگه دیگه، دیدن و گفتن درست. خب بعد این رو با رقم 2.200 میلیارد تومان، یعنی 11 برابر به مردم فروختن، در حالی که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم نداره و خودشون میگن الان سهام فروخ شده کاغذی بیش نیست، یعنی هیچ ارزشی نداره. خب حالا جالبه در همین رابطه وزیر اقتصاد یعنی آقای دژپسند رو میان استیضاح میکنن ولی مسکوت میذارن، استیضاحشون رو مسکوت میذارن. چرا؟ چون ایشون منتسب آقای قالیبافن، خب روابط هم در اون بالا مشخص دیگه. پس ما چیزی که هست اینه که بورس در ایران کلاً مهندسی شده است. بورس در ایران منبع غارت اموال مردم توسط دولته. مسئول مستقیمش هم یک رهبر آقای خامنه‌ای، دو دولت روحانی و انبار اسلام، یعنی کل نظام اینو راه انداخته که فقط پول مردم رو، پولی کمبودایی که داشتن برای کارهای آوانتوریستیشون، برای تأمین بودجه برای سرکوبی مردم، صدور به قول خودشون انقلاب در حقیقت دخالت در امور کشورهای منطقه، یا
دزدیدن اموال مردم، بردن در خارج کشور. اینها پولایی که در خارج کشور اندوخته کردن در تمام بانک‌های مختلف از آلمان، انگلیس، اندونزی، نمیدونم کشورهای مختلف، مالزی، حتی ایالات متحده و کانادا، وحشتناکه. یعنی صحبت میلیارد هاست، واقعا ارقام نجومیه. بنا به روایتی خود آقای خامنه‌ای و اولاداش بالاتر از 100 میلیارد دلار اندوخته در خارج کشور دارن. خب الان دوست عزیز اشاره میکردن که چیز مسئله کرونا، با این پولا واقعا و واقعا میتونستن مسئله کرونا رو خیلی راحت در ایران حل بکنن، ولی خب همین چی میبینید. من یک موضوع دیگر هم بگم بعد سخن رو کوتاه کنم. معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. یک تماس داریم از لوکزامبورگ، هموطنی پای خط هستن، اگر اجازه بدید بفرمایید. بله بله بله، تماس هموطنمون رو وصل بکنیم، منتظر نگذاریم بعد نکته شما. حتما با کمال میل سلام کنم به خواهرمون بتول از لوکزامبورگ. خواهش میکنم بفرمایید. با سلام خدمت برادر علی و مهمانان گرامیتون و همینطور بینندگان عزیز، در رابطه با اعتراضات سری من میتونم بگم که جامعه در حالت انفجاریه و مردم در شرایط بسیار سختی زندگی میکنن. کرونا از یک طرف و مسائل مالی و مشکلات دیگه هم از طرف دیگه. خط فقر به 12 میلیون رسیده، گرانی فقر و فساد بیداد میکنه. همه جا سخن از مال باختگان است، بورس، خودرو و چیزهای دیگه. و کلن امروز من میتونم بگم یه دونه ویدیو رو از بازنشستگان اردبیل دیدم که یه آقای یه هموطنی میگفت که 2 روز خونه نرفتم چون جیبم خالیه. و یا کشاورزان اصفهان که الان چند روزه دارن تظاهرات میکنن حالا به خاطر آب زاینده رود که این باز بشه. و آخرین فیلمی که من دیدم این بود که اگر قبل از انتخابات آب زاینده رود رو باز نکنن مردم گفتن اجازه برگزاری انتخابات رو اصلا نمیدیم. یعنی نه تنها شرکت نمی کنیم بلکه اجازه برگزاری انتخابات رو هم نخواهیم داد. کلن همونطور که دوستان هم گفتن یه خود شعارها خیلی رادیکالی تر شده و مردم انتخابات رو تحریم کردن و الان دیگه با شعار ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. خب این یک شعاری هستش که در واقع الان خیلی همگیر شده، فراگیر شده. و یا مال باختگان بورس شعار میدادن که رهبر آیا میدونه که بورس شده دزخونه. خب رهبر که میدونه، اصلا عمدن خودش مردم رو تشویق کرد که ببرن پولشون رو تو بورس بگذارن. ولی این شعار مردم یک هشداری هست به بیت رهبری. و یا شعارهای دیگه که در واقع دقیقا خود رهبری رو نشونه گرفتم. امروز من یه شعار جدیدی هم دیدم که خیلی جالب بود که میگفت فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. به نظر من این به آخره. این رژیم در بن‌بست قرار داره و با سرکوب و اینجور چیزا، دستگیری و اینا هیچ مسئله حل نمیشه، چون مسئله زندگی مردمه. مردم در فشار قرار دارن و این رژیم در نهایت توسط کارنای شورشی و با قیام سراسری همین مردم سرنگون خواهد شد و آن روز دیر نیست. من دیگه سخن رو کوتاه میکنم، خداحافظی میکنم. درود بر شما، خیلی ممنونیم از تماستون. آقای تسوجی، من می‌خواستم یک سوال دیگه هم اینجا مطرح بکنم، الان فرصت هست. این غارت شدگان چه کسانی هستند و پیامد این وضعیت چی هست؟ البته یادآوری بکنم که زمانمون هم رو به پایان است. خواهش می‌کنم قدری فشرده‌تر بفهمید. خواهش می‌کنم. بله حتما. خب وقتی که 50 میلیون نفر از مردم ایران توی بورس اموالشون از دست دادن، مشخصه که اکثریت مردم ایرانه. حالا اینو در نظر بگیرین که ایران حدود 80% مردم زیر خط فقر.
خب با در نظر گرفتن این مشخصه که اکثریت کسانی که مال باختن تو بورس همون طبقه مستضعف و طبقه محروم و محروم جامعه است. طبقه متوسط تو که اینها در که این چندین دهه حکومتشون که به کل ابین بردن، بنابراین این به طور عمده همین طبقه محروم، طبقه مستضعف، طبقه زحمتکش و همونجور که خودتون میبینید و هموطن گرامی خانومی که از لوکسامبورگ جنگ زده بودن میگفتن، این مسئله یک مسئله است بسیار بسیار فراگیر، مسئله است که به هیچ وجه دولت نمیتونه روش سرپوش بذاره یا خاموشش بکنه. به نظر من ابعاد این اعتراضات که داره به سمت اعتراضات خیلی خشنم میره گسترش پیدا خواهد کرد و من هم موافق هستم که به نظر من این میتونه اون جرقه‌ای رو که باید بزنه که به اصطلاح مردم دیگه برای همیشه مسئله ایران رو، مسئله خودشون رو، مسئله تمام این بدبختی که این دولت و این رژیم با میشست از میون بردارد. مسئله ایران حل نمیشه غیر از برقراری یک جمهوری، یک حکومت ملی، یک جمهوری دموکراتیک و لاغه. و امیدواریم که همونجور که هموطن که زنگ زدن گفتن به زودی بتونیم این مسئله رو به پایان ببریم، یعنی این مسئله معضل مردم رو که همین که گفتیم این رژیمی که بسیار بسیار نامشروع ضد مردمی و حتی به نظر من ضد اسلامی 100% بتونیم این رو جایگزین با یک حکومت با یک جمهوری دموکراتیک بکنیم. درود بر شما، خیلی ممنونم آقای تسوجی از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. کاش وقت بیشتری داشتیم، بیشتر در مورد این موضوع جوانب مختلفش میشنیم از شما. انشالله فرصت باشه در برنامه‌های آینده. ممنونم از شما. خیلی ممنون، تشکر میکنم و همه رو به پروردگار یکتا میسپارم. درود بر شما. بله، تشکر از آقای تسوجی به خاطر توضیحات خیلی روشنگرتون و نشون دادن اون عمق فاجعه‌ای که در ایران در جریان هست. خیلی تشکر. بله، درود بر شما. تصاویر کوتاهی رو دوستان عزیز با هم دیگه ببینیم و بعد از اون باز هم در خدمت شما برنامه رو تا فرصتی که داریم ادامه خواهیم داد. خب دوستان عزیز، برنامه ارتباط مستقیم این هفته رو ادامه میدیم در مورد اعتراضات اقشار مختلف مردممون علیه رژیم آخوندی. یک موضوع دیگه ای که این روزها ما میشویم در مورد اون اعتراضات کشاورزان میهنمون هست در اصفهان و در اون خطه. آیه کریمیان، میخواستم در این مورد برامون توضیح بدید که این اعتراضات چی از خواسته های کشاورزان چیه و تاکنون چه پاسخی گرفتن؟ بله، این اعتراضات کشاورزان چیزی نیست که مربوط به این دوران و این روزها باشه. تقریبا از 17 یا 20 سال پیش این موضوع روی میز اومده. علتش هم اینه که به اصطلاح مردم و کشاورزانی که در حاشیه رودخونه زاینده‌رود هستن، به طور تاریخی همه شغل و درآمد و زندگی و معیشتشون از آبی بوده که از این رودخونه زاینده رود استفاده می‌کردن. ولی از زمانی که این رژیم سر کار اومده و سیاست‌هایی که به کار برده که همش هم در راستای چپاول بیشتر، اون هم برای ارگان‌های خودش و سردمدارانی که هر کدوم برای خودشون کیسه گشادی توی مملکت دوختن، آب رودخونه زاینده رود اصلا رفته در برای مصارف دیگه.
به همین دلیل کشاورزانی که در این حاشیه چه در شرق اصفهان و چه در غرب اصفهان مشغول کشاورزی بودند و معیشت خودشون و زندگی خودشون رو اینطوری تمون می‌کردن، در یک وضعیت فوق‌العاده بحرانی قرار گرفتن. الان وضعیت اینطوریه که در غرب اصفهان که بیشتر باغات و مثلا مناطق فلاورجان، قهدریجان، زرین شهر و اون مناطق اون هلوهوش، اینا همه در باغهاشون هست که داره تلف میشه. در قسمت شرق اصفهان که بیشتر منطقه کشاورزیه و مردم کشاورزی میکردن، خب وقتی آب نمیرسه دیگه چیزی برای این مردم باقی نمونده. از 17 سال پیش که این اعتراضات شکل گرفت و اون همون اوائل حتما یادتون هست، منجر شد به اینکه اتوبوسایی را آتیش زدن، مردم اعتراضات خیلی شدیدی کردن، ولی کسی به اینا جوابگو نبود. موضوع هم موضوع این نیست که فقط مردم به خاطر مثلا وقتی تابستون میشه صداشون در بیاد، بالکل زندگی این مردم که نمیدونم حالا آمارشون چقدره، ولی به هر حال طرفین این رودخونه همه از همین شغلشون رو تامین کردن. حالا نه تنها اینا همه کنار رفته، بلکه خب وقتی جایی نباشه که کسی کار کنه، معیشت خودش رو تامین کنه، اصلا هویت اجتماعیش از دست میده. مشکل مردم الان فقط هم آب نیست، چون وقتی آب نیست دیگه زندگی وجود نداره، همه چیزشون از دست دادن. نمیدونم چند روز پیش من صحنه دیدم که یکی از خانم‌هایی که همراه همین کشاورزان، از خانواده کشاورزانه، واقعا خیلی قهرمانانه فریاد میکشید، میگم ما تا دینش ایستادیم، ما تا هر طوری باشه پاش ایستاده ایم. خب این دیگه وقتیه که کار به استخون رسیده، دیگه راهی برای نفس کشیدن ندارن. اینا یک نمونه‌ای که ما میبینیم، ولی این مسئله تا عمق وجود این جامعه رفته. موضوع همینه، آقا حق آب حق ماست، این رو بذارین دست ما برسه، چرا دارین یه جای دیگه خرج مصرفش میکنین که فقط جیب خودتون رو پر کنین؟ این کل ماجرا همینه. و همین دلیل هم یادتون باشه دو سال پیش، فکر کنم سال 96 یا 97 بود، که کشاورزان تو محل نماز جمعه گفتن پشت به دشمن رو به میهن. خب این از این موارد خیلی زیاد داریم، اینا چیزی که ما دیدیم، ولی موضوع اینه که زندگی برای این هموطنان ما نمونده، چیزی ندارن که بخوان گذران زندگی بکنن. خب به همین دلیل هستن. الان اون خواهرمون از دانمارک گفتن که کشاورزا گفتن ما حتی امکان برگزاری انتخاب هم نخواهیم به رژیم داد. خب این دیگه مینیمومای حقوقیه که باید بهشون داده بشه که بتونن زندگیشون رو تامین کنن. به دنبال این مفاسد اجتماعی که میاد وقتی کاری نباشه، وقتی معیشتی وجود نداشته باشه، اینا مسئله تو جامعه هست. بله خیلی متشکرم آقای کریمیان. خب میشه در مورد ابعاد و وجوه مختلف این اعتراضات، حالا چه کشاورزان یا غارت شدگان بورس یا بازنشستگان و سایر کارگران، نمیدونم اقشار مختلف صحبت کرد که ما خب همین روزا هم شاهدش هستیم. هر روز در گوشه و کنار میانمون به صحنه میان، فریاد اعتراض خودشون رو بلند میکنن علیه غارتگری های رژیم. ولی یک موضوعی که وجود داره، خب از اون طرف در واقع ما میشویم که گفته میشه خب این اعتراضات تهدیدی هست برای رژیم و برای حاکمیت ولایت فقیه و به همین خاطر هم نمیتونه تحمل بکنه که استمرار پیدا بکنه و منجر به یک قیامی بشه که خلاصه موجودیت رژیم رو مورد تهدید قرار بده. سوال اینه که اگر همچین تهدیدی برای خامنه‌ای و برای رژیم وجود داره، چرا برای به اصطلاح جمع کردن این اعتراضات تا کنون اقدامی نکرده و خلاصه چه چشم‌اندازی تو این زمینه وجود داره؟ بله خیلی نکته درستیه و اتفاقا باید بهش پرداخته بشه. ببینیم، ما از توضیحاتی که خودمون دادیم و آقایان تسوجی و هرسینی گفتن و در جزئیات باز کردن، اگر بخوام همه این موارد رو جمع بزنیم، یه جمله باید گفت
که این رژیم بالکل در بنبسته، یعنی راهی برای خروج نداره. ببینین گفتین چرا جمع نمیکنه، ببینین اگر بخواد جمع کنه این حرکات رادیکالیزه میشه، یعنی به شدت و حدت بیشتری کشیده خواهد شد. کما اینکه مثالاشو گفتیم، مثلا همین که میخواد ببنده، خب مردم واکنشای شدیدتری نشون خواهند داد. به همین دلیل رژیم میترسه و نمیتونه، اصلا توان اینو نداره وارد این ماجرا بشه. اگه بخواد شل بده به قول معروف، یا یکم راه بده به این قضايا، این هم باعث میشه که گسترش بیشتری پیدا کنه. کما اینکه هست الان، همین که مثلا مردم احساس کنن که سر سوزنی راه وجود داره، یعنی یک سوراخ کوچولو تبدیل باشه، تبدیلش میکنن به یه دروازه بزرگ. حق هم دارن این کارو بکنن، کما اینکه کردن، کما اینکه رفتن اون ساختمون رو اشغال کردن، کما اینکه کشاورزا تا اونجا تظاهراتشون رو استمرار دادن، کما اینکه در تهران تظاهرات کردن، یعنی شعارهایی دادن، شعارهایی که دارن میدن. یعنی ببینین اگر بخواد جمع کنه باید عواقبش رو ببینه، بخواد راه بده گسترش پیدا میکنه. هرچند که الان به نظر میرسه چون رژیم مسئله انتخابات داره، میخواد اوضاع رو یکم آروم نگه داره که بتونه خامنه ای اون چیزی که خودش میخواد از توس به اصطلاح انتخابات در بیاره، سعی میکنه زیاد به این چیزا دامن نزنه، یکم زیاد دنبال جمع کردن نمیره. ولی جمع کردن یا جمع نکردن برای رژیم تفاوت کیفی نداره، چون وقتی رژیمی در بنبسته از هر طرف بره سرش به دیوار میخوره. هرچند که ما میگیم الان نمیخواد زیاد به این دامن بزنه، دامن نزدن یعنی گسترش بیشتر. کما اینکه میبینیم همین الان از فروردین، از در سال 1400 که نگاه کنیم، گسترش کیفی هست، روزانه داره بیشتر میشه. علتش اینه که رژیم وارد پروسه انتخابات شده، بعد نمیتونه به این چیزا زیاد بپردازه، خب راه مردم بیشتر باز میکنن. بنبست که میگیم یعنی رژیم چاره ای جز این نداره، هر راهی میخواد بره بازم سرش به سنگ خواهد خورد. بله خیلی متشکرم آقای کریمیان. یک سوال دیگه این میون مطرح هست، اینه که به نظر شما این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم، از یک طرف میگین بنبست رژیم و از یک طرف از طرف دیگه اون روند رو به گسترش و مستمر اعتراضات، محصول چه چیزی است؟ این وضعیت محصول چه چیزی هست؟ بله ببینید، در تکامل اجتماعی اگر یه سمت به سمت بنبست میره، حتما سمت دیگر به سمت راهگشاییه. یعنی اینطور نیست که جامعه قفل بشه دیگه چیزی پیش نره. وقتی سرکوب وجود داره حتما آزادی خواهی هم هست، وقتی زندان شکنجه وجود داره مقاومت قهرمانانه هم هست. الان رژیم هم هر میزان که به سرکوب خودش اضافه کرده، هر میزان که تلاش کرده جامعه رو ببنده، هر میزان تلاش کرده فقر رو به جامعه حاکم کنه، از اون طرفش هم آزادی خواهی گسترش پیدا کرده. من بخوام به طور واضح و روشن موضوع رو بگم، ببینین از زمانی که رژیم دست به سرکوب زده، مقاومت قهرمانان هم در این میهن ادامه پیدا کرده. ما یادمون نرفته که میبینیم اینا رو در صحنه جامعه، که چگونه از همون روز اول که رژیم دست به سرکوب زد، دست به انحصار طلبی زد، بعد که دست به کشتار و شکنجه زد، یک مقاومت قهرمانانه ای توسط سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت کل مقاومت ایران جریان داشته. این گام به گام مراحل خودش رو طی کرده و در شرایط حاضر در کانونهای شورشی متبلور شده. واقعیت اینه که اگر بخوایم خوب موضوع رو باز بکنیم، اگر کانونهای شورشی نبودن که این رژیم رو در جا به جای خودش به مهمیز بکشن، اگر نبودن که رژیم رو نمادهاشو روزانه به آتیش بکشن، بهش ضربه بزنن و نگذارن رژیم اون خطی که میخواد پیش ببره رو پیش ببره، حتما رژیم خیلی پیشرفت کرده بود. الان جامعه ایران در وضعیت فوق‌العاده وحشتناکتری قرار گرفته بود. ولی به یمن وجود کانونهای شورشی که قیمت این مبارزه رو دادن، قیمت یعنی در برابر سرکوبگری قیمت دادن و روزانه هم دارن اینو میدن و گسترش دارن پیدا میکنن،
در واقع نور امید و اعتماد به نیروهای انقلابی، اعتماد به سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران روزانه در جامعه گسترش پیدا کرده و می‌بینیم که در شرایطی که خامنه‌ای می‌خواد کرونا رو بکنه نعمت، این کانون‌های شورشی هول میدن رژیم رو به سمتی که مجبور بشه خودش در برابر مردم قرار بگیره. این سرکوبگری‌ها، کشتارهایی که می‌کنه ناشی از چیه؟ دیگه نمیتونه در برابر مردم مقاومت کنه. حالا اونی که من میخوام بگم اینه که وضعیت که مردم سر برمیآورن، بعد کشاورزا دنبال حقوق، مطالبه حقوق خودشون هستن، غارتچیان بورس، غارتچیان که در چند سال گذشته در بانک‌های متعددی که رژیم، الان آقای حسینی توضیح دادن، آقای تسوجی، که چطوری رژیم اینا رو ایجاد کرده، اینا به مطالبه حقوقشون میپردازن، میبینن که یک مقاومتی هست، یک کانون‌های شورشی در صحنه هستن که روزانه به این رژیم ضربه میزنن و راه رو به جلو باز میکنن. این محصول، یا به عبارتی بگیم اون روی سکه سرکوبگری رژیم، وجود این مقاومت، وجود این کانون هاست که میتونن راه رو به جلو مستمرن باز کنن و باز میکنن. و منم از همینجا میخوام واقعا درودهای بیکران خودم رو به جوانان و از خودگذشتگانی که در سراسر ایران علی‌رغم هر تلاشی که رژیم میکنه دارن کارشون رو پیش میبرن، رژیم رو زیر ضرب بردن و رژیم رو انداختن به دست پاچگی. ببینیم مثلا خوب من اشاره کنم، همین بسیج دانشجویی چند روز پیش یک مقاله زده، الان آقای حسینی هم اشاره کردن که خطر انفجار نطنز، گفته خطرناکتر از انفجار در نطنز چیه؟ ببینین خیلی اول میگه که خب حادثه نطنز یه حادثه بود که از نظر به صلاح ارگان‌های امنیتی و حفاظتی ما ضربه زد فلان، میگه اما این مال بسیج دانشجویی رژیمه، اما باید حواسمان باشد که تخریب بسا بزرگتری هم در جریان است که متاسفانه بسیاری نسبت به آن غافل هستند. گویا زنگ‌های خطری که برای غفلتی بزرگتر و خطرناکتر به صدا درآید هنوز خاموشند. غفلت از تخریب ذهن، ضمیر و روان جوانان توسط دشمن قسم خورده نظام و انقلاب، یعنی مجاهدین، حالا به تعبیر خودش، به ویژه از طریق فضای مجازی. این مبینه چیه؟ مبینه اینه که رژیم از ضرباتی که داره از کانون شورشی دریافت میکنه به شدت در وحشته. در ادامهش باز میگه، حالا میگه که خامنه ای گفت فضای مجازی رو ول نکنیم فلان فلان، بعد میگه که انفجار در نطنز مادی است و به چشم دیده میشه، ولی کسی انفجار خطرناک نوترونی توسط مجاهدین را در قلب و فکر جوانان نمیبیند. چه خوب دریافته. بله، مردم ستم دیده وقتی مقاومت سترگ خودش رو میبینن معلومه که بهش رو میارن و معلومه شما رو اینطوری به وحشت میندازن. میبینه که دشمنی که 40 سال است به زبان اشهدش میگوید هیچ چیز نمیخواهد جز براندازی نظام جمهوری اسلامی، که البته درود بر اونها باد که همواره براندازی رو پیش بردن، مجاهدینی که خمینی هشدار داده بود سرشون و بعد از سخنرانی امجدیه برادر مسعود گفت دشمن ما نه آمریکاست، نه شوروی، نه هیچ کسی دیگر، دشمن همینجا در تهران بیخ به گوش ماست، و بعدم جنایتایی که مرتکب شد. حالا امروز میگه، هر روز میگه، امروز هم دشمنان قسم خورده نوک تیز عملیاتشان را به سمت جوانان گرفته. جوانان یعنی کیا؟ یعنی همین کانونای شورشی که دارن در سراسر این مملکت سر تا پای رژیم رو با آتش میکشن. هر روز مشکلات واقعی جامعه رو با بزرگنمایی علم میکنن. همین مشکلاتی که الان توضیح دادیم که چطوری مردم دردمند، مردمی که همه حقوقشون از دست رفته، میان به خیابونها و جوانان را به آشوب و تخریج تهییج میکنن. هر روز تلاش میکنن این طور القا کنند که مقصر قربانی شدن مردم توسط کرونا سیاست‌های نظام است و حتی با رندی لفظ کرونای ولایت را در جامعه جا میاندازند. درود بر اونها که اینجا انداختن، خیلی کار درستی کردن و اتفاقا این حقیقتیه که در قلب جامعه نشسته، و چه خوب که این مقاومت اینا دریافته و برای مردم باز کرده و مردم به این حقیقت اشراف پیدا کردن. میگه در با رندی
لفظ کرونا ولایت را در جامعه جا می اندازد و ورد زبان همه می شود. دشمنی که تلاش می کند خدمات شبانه روزی مردم را بگه که اینا تلاش مذبوحانه رژیمه. بله. از این خیلی این مقاله خیلی جالبه. مقاله بله. که توش توضیح داده میگه مگه نمی بینیم که هر شب تیم های شورش منافقین آتش افروزی میکنند و مراکز حساس امنیتی رو تخریب میکنند و آتش میزنند؟ مگر نمیبینیم هر روز تلاش میکنند قاعده نارضایتی اجتماعی رو گسترده تر بکنند؟ مگر نمیبینیم که چجوری جوانان رو از پشت میز درس و کلاس و دانشگاه به میدان جنگ میکشونند؟ مگر نمیبینیم که حتی روی بسیجی ها و نیروهای جوان نظام تاثیرات مخرب گذاشتند و ایمان اونها را سست میکنند و بعد حس خستگی و در تار و پود آنها میدوند؟ بیدلیل نیست که خامنه‌ای گفت خستگی و ناتوانی و بیحالی را بذارین کنار. خب بله. از اینجا شده مشخصه. بله خیلی ممنونم آقای کریمیان. پاسخ سوال رو در یک کلام گرفتیم، حضور و نقش کانونهای شورشی. نکاتی هم که از رسانه رژیم خوندید به خوبی مؤید همین موضوع است. متاسفانه وقت برامون به پایان رسیده. من میخواستم در چند جمله اگر که شما جمع بزنید و نتیجه بگیرید از مجموعه مباحثی که داشتیم، خیلی ممنون میشم که بعد از اون از حضور بینندگان مرخص بشیم. بله خیلی خلاصه همی که گفتیم، جامعه ایران شده یه جامعه بحرانی، یعنی یک بشکه آماده انفجار که هر جرقه‌ای زده بشه این انفجار صورت خواهد گرفت و دیگه سر بازی زدن نداره و تا سرنگونی رژیم ادامه پیدا میکنه. گفتین این تظاهرات، این اعتراضات، خب میبینیم اولی که سراسریه، دوم این که شعارها از صنفی شروع شده ولی به سرعت به سیاسی تبدیل شده. این شعارهای سیاسی در شرایط حاضر یقه رژیم رو سر انتخابات گرفته و تحریم انتخابات. این شعارها بلافاصله راه برده به سران رژیم، یعنی به رادیکالیزه ترین شکل در اومده که سمت و سو پیدا کرده، رو به خامنه‌ای، رو به روحانی، و همینطور داره گسترش بیشتری پیدا میکنه. بعد این به اصطلاح تظاهرات ناشی از همین پدیده که الان بهتون گفتم، ناشی از یک مقاومتی است، ناشی از یک تلاش شبانه روزی که امید رو در قلب و روح جامعه میدمه و راه رو به جلو باز میکنه. به دلیل اینکه این واقعیت داره، خب روزانه هم گسترش پیدا میکنه. بله خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای پرویز کریمیان از حضورتون در این برنامه، فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله فرصت باشه در برنامه های بعد باز هم در خدمت شما باشیم و موضوعات دیگه ای از این رویارویی تاریخ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی رو از زبان شما بشنویم. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. منم فوق‌العاده از شما تشکر میکنم که چنین فرصتی رو دادین و همچنین باز هم درود میفرستم بر اون کسانی که امروز در صحنه جامعه کف خیابون‌ها دنبال گرفتن حقوق خودشون هستند و به اون جوانان و کانون‌های شورشی که راه رو در جلو باز میکنن و به جلو میرن. درود بر همه اونها. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، از حضورتون مرخص میشیم با تشکر از اینکه با ما همراه بودید و با عرض معذرت از دوستانی که نتونستیم تماسشون رو وصل بکنیم. به اتفاق آقای پرویز کریمیان از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های آینده. خدا یار و نگهدار شما.